بازارهای مالی ایران تحت تأثیر افزایش تنش‌های نظامی و احتمال پاسخ اسرائیل به حملات اخیر نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، به طوری که قیمت دلار در بازار آزاد به 65 هزار تومان و قیمت سکه طلا به 55 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. بازار سهام در یک هفته اخیر با روندی نزولی مواجه بوده و نیاز به مدیریت دقیق در این شرایط بیشتر احساس می شود. بازارهای مالی ایران در پی افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حمله دهم مهر نوسانات شدیدی را تجربه می کند. روز دوشنبه قیمت دلار در بازار آزاد به 56 هزار تومان رسید که افزایشی چشمگیر نسبت به هفته‌های گذشته محسوب می‌شود. در این میان بازار سهام نیز با روندی نزولی مواجه بوده و در یک هفته اخیر به طور مداوم در حال کاهش است. قیمت هر قطعه سکه طلا نیز به 55 میلیون و 600 هزار تومان رسید. در آخرین روز معاملاتی مهر، شاخص کل بورس تهران با افت 13833 واحدی به مرز 2,007,000 واحد رسید. سطحی که به یادآور ریزش تاریخی بورس در مرداد 1399 است. علاوه بر این، افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر به دلیل شایعاتی درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل بیش از 4,000 تومان افزایش یافته است. معامله‌گران همچنین به شایع نرخ دلار 55,000 تومانی در بودجه سال 1404 و افزایش شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان محرک‌های فرعی این افزایش قیمت اشاره می‌کنند. این شرایط نشان دهنده چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جدی در ایران است و نیاز به مدیریت مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق در سیاست‌های مالی و اقتصادی را بیش از پیش نمایان می‌کند. همراه هستیم با دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به افزایش قیمت دلار و نوسانات شدید در بازارهای مالی ایران، فکر می‌کنید چه راهکاری برای مدیریت این شرایط بحرانی و جلوگیری از پیامدهای اقتصادی بیشتر وجود داره؟ بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم. خب مستظر هستید که شرایطی که کشورش قرار گرفته تقریبا میشه شرایط جنگی تلقی کرد و تو شاخص‌های بانک جهانی هم بالاترین میزان ریسک رو برای این حالت در نظر گرفتن. خب قاعدتا در اینجا بازارهای مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرن، قیمت ها میره بالا، اعتماد مردم به دارایی‌هایی که در حیطه حکومت هستش کمتر میشه، فلزا میبینیم بورس ریزش میکنه، تمایل مردم به خرید و فروش در بازار املاک و مسکن میاد پایین، فعالیت های اقتصادی هم به تبع اون کند میشن و کاهش پیدا میکنن که خب باید از این خروجی اینها باید انتظار یک رکود ناشی از این تورم رو هم داشت. چیزی که الان اتفاق افتاده تو بازار دقیقا منطبق بر همین قاعده اقتصادی هستش و کاملا بازی که داره اسرائیل میکنه با ایران در مورد اینکه حمله ای رو ترتیب خواهد داد و این حمله یک انتظاری رو هم ایجاد کرده در مردم، این باعث شده که کلن بازار معلق بمونه و عملا ما ببینیم که این وضعیت نابسامان رو خواهیم بشه و این تورم نشه هم تأثیر خودشون میذاره و باید منتظر بود ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد. بله، با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.